سلام و هزاران سلام خدمت شما هموطنان عزیز، انشاءالله هر کجایی که هستین خوب صحتمند و سرحال باشین. قسمی در تصویر مشاهده میگنین، امروز هم بارانی هست، هوا خیلی هم سرد است و ما امروز آمدیم و میخواییم در یکی از کلاب ها یکی از جوانهای را به شما به معرفی بگیریم که زحمت زیاد کشه سر خود، بدن خود اینمت رو جور کرده و هدفهای خیلی بالا در زندگی خود داره و میخواهی به او هدفهای خود برسن. بیننده برنامه ما باشین و تا پایین برنامه همه شما را خواهان هستم. عزیزای بیننده، قسمی که در شروع برنامه برای شما میادواری کردم، ما امروز میخواییم یکی از جوانهایی را برای شما به معرفی بگیریم که یک هدف در زندگی خود داره و میخواهی که به او هدف خود برسه. ای که این هدف چقدر مشکلات را در پیشوی خود داره و چقدر از این مشکلات ای تانسته تا به حل تایی کنه و بتانه به او هدف خود برسه، ما از زبان خودشان بشنم. البته ما هیچ کنم از اونا یادآوری نکردم، میخواییم که از زبان خودشان بشنیم و خودشان برای شما خود معرفی کنن. سلام علیکم. سلام، یک سلام گرم از مستانی تقدیم شما و سریخ چنل یوتیوب شما و تمام بینده های شما تقدیم میکنم. قربانتان، بخیر سلامت بشین. میشه خواهد شروع یک معرفی کنم؟ اسم من شاهد شهیم است، یکی از ترنرهای فتنس. شاهد جان، چقدر وقت میشه که خودت فتنس تمرین میکنی؟ ما ورزش فیما سال 1395 آغاز کردیم که دو مسابقه داخلی دارم در زون غرب کابل. بسیار خوب. که در سال 1395 مقام دوم از آن خود کردم و یک مسابقه در سال 1398 بود که از مقام اول در زون غرب از آن خود کردم و عضویت تیم ملی افغانستان به دست آوردم. نام خدا. و مدت 7 سال میشه که ورزش فتنس را پیش میبرم. بسیار خوب. شهیم جان، میگن یک چیزی که خیلی ضرور است برای یک ورزشکار اینه میشه کمش باید طبقه در طبقه شود. چند طبقه شده از خودت؟ خب او نظر به ژنتیک جانا فرق میکنه. بعضی جانا هست که مثلا 8 عضله داره، بعضی جانا هست که 6 عضله داره، بعضی جانا هست که 4 عضله داره. او نظر به ژنتیک جانا فرق میکنه و فعلا از خودم 8 پک است. انشالله میبینیمش باز. درباره پلانای آینده برای ما کم معلومات بده که بخیر کدام مسابقه را در پیش روی داری و چه وقت بخیر؟ من مدت 4 ماه میشه که فعلا هم در رژیم هستم و 3 ماه بعد بخیر مسابقه آسیایی از جنوب آسیا که در کشور سریلانکا برگزار میشه با او بخیر آمادگی دارم که انشالله بتانم به افغانستان یک دست پر بازگردم و یک دستاورد خوب به وطن خود داشته باشم. بسیار خوب. برای یک ورزشکار در پلوی ازی که ورزش میگنند چقدر اخلاق ورزشی مهم است و چند دیست خودت این رو در اخلاق خواستی که در چاکات باشی؟ اخلاق ورزشی خود یک چیز بسیار مهم است، چون انسانیت، نزاکت، همه چیز در او شمول میشه و ما تا که میتونیم به ورزشکارای ما و جوانایی که پیش ما مثلا در کلاب های ما میانجا تمرین میکنن، ما زیادتر این چیزها رو بهشون توصیه میکنیم و متوجهشون میسازیم و انشالله که ما در سطح جامعه، در سطح کلاب هایی که به حساب داریم بسیار ورزشکارای خوب ما تربیه کردیم. انشالله بخیر سلامت باشین. میگه ورزشکارا در مجموع در هر جایی که میرن یک دراخ میان خوب خدا کلان کلان میگیرن میگردن و در هر قسمت کوشش میکنن که حرکات ورزشی بده. اینال من میبینم که در داخل کاوچ وقت که در سر کاوچ ایشتن چقدر حرکات خود دفتن میتونی نمایشی؟ خب ما خود ورزشکار هایی که به حساب درا تو کتا کتا میرن ما رو در حساب ورزشکار نمیگیرن و ورزشکار باید تا حدی که میتونه باید شکستنه باشه. دقیقا. و انشاءالله که در کلاب ما بعدتون باز حرکت ها را میریم، باز از جیران برنامه هایم و از جیران ورزش هایم باز بخیر انشاءالله که برنامه می داشته باشه. انشاءالله این رقمی که موتو بیشینیم محمد مهین از اونمه تا خانه رسیده نمیتونم و خواهد مسابقات واسه هیچ را کرده نمیتونی اتمن. پس بریم بخیر از جیران تمیم تا کم تمرینات هم ببینیم. اتمن چرا نه. همتان های عزیز، تایی که ما میریم و جیران تمرینات برای شما نشان میتیم، شما برین و چند تصویر زیبا از این کلاب بیننده باشین.
عزیزای بیننده، شاه جان این رقم زحمت کشیده روان است که میبینی کمی کش کرده میره نمو تو عرقایش این کشیده زحمت کار داره توی که بخواید یک جایی برسه بخیر. شما سعی کنین نمو خدا عرق بیخی از جانش سر کرده. در این کلب در مجموع در هر قسمت که سعی میکنی یک نفر زور زده روان است، او کوشش میکنه سرشانه خود زور بزنه، یکی رو میبینی که سرشکم خود زور میزنه، این وزنایی را که نالا میزنن من 10 سال پیش میزدم. سلام جان، خسته نباشی، خوب هستی؟ صحتمند هست انشالله. بخیر سلامت بشی. کدام حرکت هم میرفتی امروز بخیر؟ امروز از ما تصمیقات پیش بازو پشت بازو بود دیگه، حالا سر حرکت رسمان بودم، حرکت پشت بازو. ای رقمی رسمان سر خود کش کنم میرم و میگم خیشوخی میگنه در حال که اونو یا میگه حرکت بوده. یه یکی از حرکت های کلیدی است، یکی از حرکت های بسیار مرکزی به خاطر حجم پشت بازو و به خاطر خطای پشت بازو بسیار حرکت مهم است. آیا جان دیگه بازی حرکت ها را باز ما زیادتر سن حرکت های مهم است، 4-4-3 5-5-3 باز ما ایره همه روزه در حرکت های بازو باز اجرا میکنیم. شاهی جان تو 5-3 را در ماشین استفاده میکنی در حال که من خود طول میکنم 7-3 2 کیلوی دیگر که اضافه کنن اون خلاص دیگه وزن ما را 2 سیر دیگر که اضافه کنن وزن ما را بالا میکنن. نه آیا جان 7-3 خانم این دیگه اصلا 65 کیلو میشه بیخی به میرمان 65 کیلوی نمت مانده ایم. نه 65 خواهی خانه 65 خواهست اینشالله 65 هست. آه از مچهره تا معلوم میشنه. شایی جان بیده بری از این برای ما معلوم دوبته دوستای ما که دسترسی ندارن یا اوقات فراغت کمتر دارن کدام مرکات هستن که کسایی که دوست دارن بازویشون دبل دبل شد مثل بازوی معاره و کسایی که دوست دارن مثلا قسمت های شانهشون و روسینهشون مثل خودت برامدگی داشته باشن کدام مرکات باید برن؟ هیجان تر است که خب هر چیز از خود میگن یک نقطه و مکان داره و کسایی که به حساب بخواین حرفه‌ای پیش برن به حساب ورزش های خود حرفه‌ای بسازن مسابقه کنن اونا دیگه دخانه حرکت ها نمیشن که مثلا دخانه تمرین کنن و کسایی که به حساب مشکلات اقتصادی دارن فقط به خاطر مو کنترل خون و به خاطر مو کنترل وزن و چیزا میخواین تمرین کنن دخانه باز ما بازو زیادتر حرکت های کشیشی است مثلا یگان سینه کشی و بعضی حرکت های شکم و دور کمر اینا هست که مثلا میتونن دخانه هم اجرا کنن و باز مشکل نداره دیگه و کسایی که باز میخوان حرفه ای پیش برن مسابقه بکنن و دیگه ضرورت به یک قدر وزنا و وسایل استاندارد و مجهز به هر چیز باشه ضرورت دارن. شاهی جان دوستای ما زیاد از هموطنای ما در مجموع مکیدیم همیشه کمایشان کشال کشال از خودشان که یک قدم پیشتر شکمایشان میره بر از او چی توسعه میگنی چه قسم باید همی وزن خود کم کنن شکمه او کنن؟ حیات جان بسیار این نقطه مهم اشاره کردی، کسایی که وزنشان زیاد است اونا خود در قدم اول پریز خود باید درست کنن، غذای خود باید درست بکنن و بعدن باز مثلا میشه که بعضی حرکت های کاردیو مو طرف داریم که نیم ساعت 40 دقیقه باید کاردیو تمرین کنن و بعد این طرف مثلا بعضی حرکت ها است به نام سوپر میگن که او باز بدون وقفه است باز او که به چربی سوزی اون زیادتر فایده میکنه. باز کسایی که وزنشان زیاد باشه باز ما باز در قدم اول تقسیم اوقات رژیم غذاییشون رو درست میکنیم بعدش هم باز تمرین و در این ورزش که هست سکون ذهنی و خوراک رول بسیار عمده را بازی میکنه. امی بیشترین خوراک و ورزشکاران در بخش فتنس کدام چیزا هستن؟ بیشتر چی از چی باید استفاده کنن؟ خب ورزشکارا بادی بیلدینگ بخش فتنس بخش اتلتیک این مهم نیست و تمامشان یک خوراک میکنن. خب کسایی که حرفه‌ای هستن اونا باز برنامه تمرینیشان برنامه خوراکیشان باز سپلمنت ها مثلا و باید زیر نظر مربی باید باشن او نظر باز بین جنتک جانها بخواه وزن یار چکده قد یار چکده باز ما برشان مثلا برنامه خوراکی و برنامه تمرینی برشان جور میکنیم. شاهی جان شاهد تمرین سختت بودم اینال تو یه دفعه می بلوز تا بلند کنم ببینم چند فیصد جانها بخیر جور کردی. از ما خسیم آباد از بخیر مصابقا 1, 2, 3, 4 تا 4 تا وقت ساخته ایج بخیر. از ما خب وقت فعلا زیاد است دیگه حالا خداوش مستیم رمضان هم در پیشینی داریم بخیر دیگه بعد از رمضان بخیر باز انشالله پریزا 100% میشه باز برنامه باز بخیر میداشته باشیم دیگه توکل به خدا زحمت خدا میکشم انشالله به تشویق شما دوستا بتانیم یک افتخار خوب به وطن خود کسب کنیم انشالله. خدا بزرگ است. شاهی جان یگان حرکت لوکس برو برمانم و حرکات های نمایشی همه مثلا بیخی از دل است نام خدا
جهان سپاس شاهد جان که همراه ما صحبت کردی، برای ما وقت گذاشتی. در آخر چند حرکت نمایشی هم از شاهد جان می داشته باشیم و جهان سپاس از شما که بیننده برنامه ما بودین. این بود گزارش امروزی ما که خدمتتان تقدیم کردیم. انشالله که مورد توجه شما قرار بگیره تا برنامه بعدی که باز هم در خدمتتان قرار می گیرم. همگی شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپارم.